کیه؟ ناشناسه. بده من باهاش حرف میزنم. نه نه نه، خودم جواب میدم. الو، تو یوسفی؟ بله، شما؟ من زلیخا. ببینم صدامو داری؟ آره دارم. کجایی؟ خونه تاج، همون دوستم. ببینم تو چرا عمران موقعی تو دزدیدی؟ چرا اینو میپرسی؟ تو ساکت شو. چی؟ من ازت سوال پرسیدم، بگو برای چی عمران موقعی تو دزدیده بودی؟ خب فکر کردم برای به هم زدن عروسی چاره جز این ندارم. آفرین. چی؟ دارم میگم آفرین. ممنون. حالا چی کار میکنی؟ شما بگو چی کار کنم. بگو هدف چیه؟ هدف؟ این که چقدر منو دوست داری؟ تاش بهتون میگه. خودت نمیدونی؟ خودم هم خبر ندارم. البته نمیتونم کسی رو اذیت کنم. عمران مقیسو هم دزدیدم چون چاره جز این نداشتم. من میخوام ببینم یوسف. ببینم موبایلت مشکلی داره؟ نه. پس چرا جوابمو نمیدی؟ خب تعجب کردم، شایدم خیلی تعجب کردم. وقت ما دوتا خیلی کمه. وقت ما؟ همو ببینیم یا بازم هیچی نمیگی؟ کی؟ کجا؟ چه ساعتی؟ فردا ساعت 1 ظهر. بیا به همون رستورانی که دوستت چند روز پیش با عمران مقیس درگیر شد و کتکش زد. کتک نه، چکش زد. باشه، پس من 12:45 میام. مراقب خودت باش. همچنین. خدافظ. خدافظ. میدونی کی زنگ زده بود؟ زلیخا. نیومده. اومدم. چون کلا سرم بود به هم ریخته. بشینید. فقط چای بیارین. نه نه نه، یه غذا هم بیارین. باشه حتما. ساندویچ چیزی. از دیشب نتونستم چیزی بخورم، خیلی گرسنمه. چرا نخوردی؟ از خوشحالی زیاد نتونستم غذا بخورم. جلوی ایشون حرفمو بزنم؟ آره. من حاضرم جونم هم بدم، یعنی هر کاری میکنم. چای نمیخورم، اما شما میتونید چای داغ روی سرم بریزید. فقط میخندم. البته من کاملا نرمالم، ولی تجربه بهم ثابت کرده که وقتی عاشقی نمیتونی همیشه نرمال باشی. مثلا حافظت ضعیف میشه، یعنی وقتی یاد شما میفتم هیچی یادم نمیمونه. شما چیزی نمیگی؟ خب وضعیت در چه حاله؟ نرمال نیستم، قلبم خیلی تند میزنه، اینجا انقدر سرده. ولی ببخشید. عمران مقیس هنوز به هوش نیومده. همین که به هوش بیاد همه چیزو میگه. میدونی بعدش چی میشه؟ چی میشه؟ این که میری زندان. از این ناراحتم که تاجم با هم دستگیر میشه. تو اصلا نمیترسی؟ من که بهتون گفتم همیشه نرمال نیستم. تو باید پدر مادرتو بفرستی خونمون. منو از بابام خواستگاری کن. یعنی قبول میکنم؟ هیچ وقت. هایده راست میگه، اما باید رسم و رسوم خواستگاری هم به جا بیاریم دیگه. بعد از خواستگاری
بعد اون میخواین چی کار کنین؟ تو بگو، تو چی کار میکنین؟ چی کار میکنین؟ با هم میرین محضر؟ نه تو محضر ازدواج نمیکنن، ذلیل میشن. اگه قبول نکردن دوباره خواستگاری میکنیم. فرصتی برای خواستگاری دوباره نیست. پس فردا، شایدم هیچ وقت، چون یک شنبه روز عروسیشه. تو ازدواج میکنی؟ الان نه. ساندویچم بده. جلوی هایده هرچی میخوام بپرسم. آره. آخه خجالت میکشم. خجالت نکش، هرچی دلت میخواد بپرس. نمیدونم بازم همو میبینیم یا نه. معلومه که میبینیم. من زندانم برم اصلا نمیترسم، بازم همو میبینیم. من میرم پشت اون میز میشینم اونجا، دیگه صداتونم نمیشنوم. شما خیلی خوبین، ممنون. شما منو دوست دارین؟ میدونستم اینو بگم، خیلی میخندین. اومدین دیدنم، بعدشم گفتین پدر مادر تو بفرست خواستگاری. دیگه نباید همچین سوالی میکردم، مشخصه دیگه. نه اصلا مشخص نیست. من نه از دوریت قصه خوردم، نه تو غمت گریه کردم. یه وقت فکر نکن که من عاشقت شدم، ولی حس میکنم که یه روزی منم عاشقت میشم. و فکر میکنم که اگه ازدواج کنی منو خوشبخت میکنی. پس اینو بدون که حتما یه روزی عاشقت میشم. ببخشید، با اینکه هوا خیلی سرده، اما از شنیدن حرفا مرق شرم میریزی. ببین، تو پسر خوبی هستی یوسف. تو الان عاشق شدی، خب لیاقت عشق هم داری. گفتی برای من حتی جونتم میدی، خب برام جونتم دادی. از همین چیزات خیلی خوشم میاد، هر کسی خوشش میاد. ولی من الان یکم گیج شدم، چون که همه یه پسرها یهو عاشق میشن، بعد به خاطرش حتی کتککاری هم میکنن. ولی من هنوز نفهمیدم که تو چطور یهو عاشقم شدی. چهره رو آدم میبینه یوسف، اسمو هم متوجه میشه، اما هیچ وقت متوجه اخلاق نمیشی. یعنی وقتی آدم عاشق میشه، فهمیدن خصوصیات اخلاقی مهم نیست. اگه این مهم نیست، پس چیزیو که ما بهش میگیم عشق، دیگه اسمش عشق نیست. من میرم. میزو حساب کن. تو باید حساب کنی. هایده، بریم.